43 کشور با قرائت بیانیه‌ای در سازمان ملل از حکومت چین خواستند نسبت به مسائل جامعه مسلمان اوغور در سینکیانگ احترام کامل به حاکمیت قانون را تضمین کند این کشورها در بیانیه مشترکی که توسط نماینده فرانسه در سازمان ملل قرائت شد اعلام کردند ما از چین میخواهیم اجازه دسترسی فوری معنادار و بیغیر و شرط به سینکیانگ را به ناظران مستقل از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دفتر وی بدهد در این بیانی آمده ما از وضعیت منطقه خود مختار سینکیانگ اویغور نگران هستیم این بیانیه با استناد به گزارش های معتبری که نشان می دهد شبکه گسترده از اردوگاه های بازآموزی سیاسی در این منطقه وجود دارد که بیش از یک میلیون نفر به طور خودسرانه در آن بازداشت شدهاند منتشر شد در این اعلامیه درباره شکنجه رفتارهای ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز اقیمسازی اجباری خشونت جنسی و جدایی اجباری از کودکان اقلیت اویهور و سایر اقلیت ها صحبت شده است با این همه جان جون سفیر چین در سازمان ملل متحد در ادعایی گفته که این بیانیه دروغ بوده و توطئه‌ای برای آسیب رساندن به چین است. این در حالی است که دولت مرکزی چین حتی اجازه ورود بازرسان مستقل سازمان ملل به این ایالت را نمی دهد و تمامی گزارش ها از زبان شاهدان اینی جمع وری شده است.